تاجیکستان اشتراکچیان جنگ شهروندی را در کافتوکاو قرار داد. در تاجیکستان امام خطیبی مسجد دستگیر شد. حکومت چین از اویغوران قرآن و رمزهای اسلامی را ستانیده ایستاده است. تاجیکستان اشتراکچیان جنگ شهروندی 20 سال سپری گشته را در کافتوکاو بین الخلقی قرار داده است. در این خصوص وزیر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در اسمبلیه جنرالی اینترپول که در شهر پکین سنه 28 سپتامبر برگزار گردید برآمد کرده گفته است. زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان زرخریدان از کشورهای گوناگون با فعالیت خرابکاری و تروریستی پس از گذشتن مشقهای مخصوص در کشورهای گوناگون مشغول بودند. ما طبق نرمه های بین المللی حقوق و ترتیبات که از جانب اینترپول پیش بینی کرده شده است آنها را در کافتوکاوی بین الخلقی اعلان نمودیم، ابراز نمود رحیمزاده. کارشناسان بیانیه وزیر را چنین معنی داد کردند که رژیم کنونی می خواهد مخالفان خود را با آویختن به آنها تمغه تروریستان و اکستریمیستان تماما نیست و نابود بسازد. با گمانبری اعزاگی در حرکت اسلامی سلفیه سنه 28 سپتامبر در یکی از مسجدهای سغد امام خطیب دستگیر شد. در این خصوص آژانسی اطلاعاتی آسیا پلاس تکیه به منبع خود در خدمات حفظ حقوق خبر می دهد. امام خطیب مسجد دهه چارق در رانی شهر گلستان الهام الدین عبداللهیف 42 ساله دستگیر شده است. با عقیده کارمندان امنیت عبداللهیف نه تنها در حرکت اسلامی سلفیه اشتراک نموده است بلکه حاضرین مسجد را نیز به این دعوت میکرده است. نسبت عبداللهیف پرونده جنایی آغاز گردیده است و در عین زمان در بازداشت پیشکی قرار دارد. قید نمود منبع. حالا ما این خیلی طرفدار یک حزب و حرکت و یک چیز نیست. حکومت چین در شمال غربی منطقه شینجان به اقلیت آیله‌های مسلمانان امر کرده است که اشیاهای اسلامی اینچنین سجاده‌ها و نسخه‌های قرآن را بسپارند. خبر می‌دهد روزنامه RFA. نماینده گروه مهاجران کنگرس عمومی جهانی اویغوران دلشاد رکسید می‌گوید که خبرهای زیرین با چنین نوشتجات هفته گذشته در قشقر، خوتنه و دیگر منطقه ها نیز پیدا گردیده است. به ما آگاه نامه دادند که هر یک اویغور باید اشیاهایی که در خانهش با اسلام وابسته می باشد دور نمایند. آنها را با راه خوبی انتقال باید کرد. کسانی که از اطاعت دست می کشند نسبت آنها جزای سخت مقرر کرده می شود. خبر داد رکسید.